درباره میثم، اول این که از افتخار ایرانیان است که میثم ایرانی است. ما فقط سلمان فارسی رو میگیم ایرانی است. بله. نمیدونستم. تبار ایرانی داره. بسیاری از مورخین اشاره کردن به این موضوع و این رو چرا ما باید غافل باشیم درباره میثم؟ هم شعر شاعران ما به سرایان از افتخارات این سرزمین. و نکته دوم، او پیشه‌ور بوده، بازاری بوده. ما بازاریان زیادی طی این هزار سال داشتیم که اینها از ارکان توجه به شیعه بودن. تو انقلاب خود ما بازاریان چه خدماتی به امام خمینی کردن. بله. یه جا خوندم که رئیس اتحادیه میدانهای تربار بوده. یه بارم در افتاده با ابن زیاد به خاطر حمایت از پیشوران تربار، خودشم خرما فروش بوده. یعنی خود اینکه بازاریان ما که همیشه در بینشون افراد زیادی بودن، متعبد، مقید به اسلام، مبارز، فرزندان صالح تربیت بکنن، شغلشون رو درست انجام بدن، این رو از میثم ما الهام میگیریم. خاطره ای رو از میثم میخوام نقل بکنم، زمان زیادی هم نداریم، که میگه که امیرالمومنین علیه السلام یه بار مرا شبی با خود برد به صحرا. رسیدیم به یه مسجد مخروبه ای. امام شروع کردن در اون مسجد نماز خوندن، 4 رکعت نماز خوندن. بعد از نمازشون شروع کردن نیایش کردن. از جمله نیایش های حضرت هم من به فارسی عرض میکنم. عرضه داشتن خدایا چگونه بخوانمت که نافرمانی کرده ام، چگونه نخوانمت که تو را شناخته ام، و دلم خانه محبت توست، دستی پرگناه، چشمی پر امید به درگاهت آوردم. سپس به سجده رفت و صورت بر خاک نهاد و 100 بار گفت العفو العفو. پیشانی از خاک برداشت و یه خطی روی زمین کشید، به من فرمود میثم از اینجا جلوتر نیا، دیگه دنبال من نیا. آقا رفتند و من رفتم تو فکر که امام من دشمنانی داره، نکنه دشمن به او صدمه بزنه، من روز قیامت در پیشگاه خدا و رسول جواب نداشته باشم. با اینکه امام فرموده بود نیا دنبالم، من رفتم. رفتم دنبال حضرت و دیدم سر به چاهی گذاشته. یه صدایی را حضرت شنید، پرسیدن که کسی اونجا هست؟ من گفتم بله من میثم هستم. فرمودن که مگه من نگفته بودم دنبالم نیا؟ گفتم آقا احساس خطر کردم دشمنی دنبال شما بیاد. فرمودن حرفای من رو که با چاه نشنیدی؟ گفتم نه. فرمودن اسراری در سینه‌ام هست که گاهی سینه‌ام تنگ میشه، میام با چاه اون اسرار رو در میان میذارم.